به نام خداوند یکتا و توانا و بیننده های گرامی سلام بر شما. توجه کنید به مجمع خبری این ساعت از شمشاد نیوز. امروز جمعه 17 حمل 1403 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 5 اپریل سال 2024 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. لغو فعالیت احزاب سیاسی در کشور. وزارت عدلیه فعالیت تمام احزاب سیاسی موجود در کشور را لغو کرد. تأکید بر مبارزه امارت اسلامی با تی تی پی. پاکستان بار دیگر مذاکره با تحریک طالبان پاکستان را رد کرد. و افزایش کشته شده های غزه از مرز 33,000 تن. مشروع خبرها با من میرویس هوتک. وزارت عدلیه فعالیت تمام احزاب سیاسی موجود در کشور را ملغا اعلام کرد. سخنگوی این وزارت گفته است که به دلیل موضع‌گیری شمار از احزاب سیاسی، فعالیت احزاب سیاسی ملغا شد و هشدار داد که هر نوع فعالیت تحت عنوان احزاب سیاسی غیر قانونی است. از سوی دیگر کارشناسان موجودیت احزاب سیاسی در کشور را مهم می‌خوانند، اما برای مدیریت آنها بر نظارت جدی حکومت تاکید دارند. پس از حاکمیت امارات اسلامی، احزاب سیاسی در کشور اجازه فعالیت رسمی نداشتند و امید می‌رفت که حکومت در این باره تصمیم نهایی خود را اعلام نماید. اکنون به تازگی سخنگوی وزارت عدلیه گفته است که پس از این فعالیت تمامی احزاب سیاسی در کشور غیر قانونی است و آن را ملغا اعلام کرد و گفت که هر نوع فعالیت سیاسی تحت نام حزب سیاسی غیر قانونی است و با متخلفین برخورد قانونی صورت می‌گیرد. فعالیت احزاب سیاسی در کشور با حاکمیت امارت اسلامی افغانستان از سوی وزارت عدلیه امارت اسلامی ممنوع اعلام شده و ریاست مربوط به احزاب سیاسی نیز در وزارت عدلیه لغو و از تشکیلات این وزارت خارج شده است. با آن هم در این اواخر برخی مسئولان احزاب سیاسی که در اداره گذشته ثبت وزارت عدلیه بودند اقدام به موضع‌گیری ها کرده و حرکاتی را از آدرس احزاب لغو شده خیش انجام دادند. وزارت عدلیه هر گونه فعالیت زیر نام حزب را در افغانستان غیر قانونی می داند و هشدار می دهد که در صورت تکرار چنین فعالیت ها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی خواهد کرد. از سوی دیگر کارشناسان موجودیت احزاب سیاسی در کشور را مهم می‌دانند. به باور آنان اگر احزاب سیاسی برای منافع ملی کشور فعالیت نمایند، فعالیت آنها تأثیر گذار خواهد بود. نو که چیری دوی خپل د اساسنامه او برنامه په اساس باندې فعالیت وکړي او د ملي منافع پر بنسټ باندې فعالیت وکړي، دا ګوندونه کولای شي د ترقی او تعالی سبب وګرځي. نو د افغانستان د پاره هم پکار ده چې افغانستان کې هم دا ګوندونه فعال وي، نو باید کنټرول شي چې دوی خپل د اساسنامې د ماتویاتو نه عدل ونه کړي او د برنامې او اساسنامې په اساس فعالیت ترسره کړي. اما شمار دیگر به این باورند که کارکرد و فعالیت احزاب سیاسی در حکومت گذشته سبب شده تا احزاب اعتبار خود را از دست بدهند. آنها تأکید می‌ورزند که برای مدیریت احزاب باید نظارت جدی صورت بگیرد و با احزاب برخورد قانونی صورت بگیرد که فعالیتشان در مغایرت با منافع و ارزش‌های ملی است. متاسفانه بعضی افغانا و اشکانا و تنظیمونه جور سوال از دوی کوری جگری و که لوتی و که چوری و که او رهبران خاینین و غاسبین و غلو و نو بینان دقیق و خلق و ذهنیت دی گندون پا ورانده چون دی خدمت به جای من خیانته و که تغییر ورکه. اما په ټوله کې بعضې ګوندونه چې ښه برنامه ولري، شفافیت ولري، د خدمت هوډ ولري، دا د افغانستان په ګټه ده. بر اساس معلومات در زمان حکومت پیشین حدود 73 حزب سیاسی در کشور موجود بود که با آمدن امارات اسلامی فعالیت تمام آنها لغو اعلام شد. پاکستان خواهان مبارزه جدی امارت اسلامی در مقابل تی تی پی شده است. وزارت امور خارجه این کشور از حکومت سرپرست خواسته است تا علیه تحریک طالبان پاکستان و رهبران آن که مسئولیت بسیاری از رویدادهای امنیتی در پاکستان را پذیرفتند اقدام جدی کند. از سوی دیگر کارشناسان میگویند که حکومت سرپرست باید همه مشکلات با پاکستان را از طریق گفتگو و تفاهم حل کند.
زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اخیرا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته که هیچ برنامه برای گفتگو با تحریک طالبان پاکستان یا TTP وجود ندارد و افزوده که از مقام های افغانستان می خواهد که اقدامات جدی و مؤثری را علیه این گروه انجام دهند. آنچه را ما در گذشته گفتیم آن را من دوباره تکرار می کنم. پاکستان هیچ پلان مذاکره با TTP را ندارد. از مقام های افغان امید داریم تا در مقابل این گروه و رهبران آن که در پاکستان مسئولیت بسیاری از رویدادها را بر عهده گرفتند اقدام جدی نمایند. زهرا بلوچ در مورد مهاجران افغانی که به اجبار از پاکستان اخراج شدند گفت که اکثر مهاجران افغان داوطلبانه به کشورشان بازگشتند و در مورد تاریخ باقی مانده مهاجران افغان توضیح نداد، اما افزود که وزارت امور داخله پس از دریافت اطلاعات در این مورد تصمیم نهایی خواهد گرفت. به شمول افغانستان تمام مهاجران اخراج خواهند شد که اسناد قانونی ندارند و آن افغانهایی که اخراج شدند به رضایت خود برگشتند و درباره مهاجران دیگر تا اکنون تصمیم نهایی گرفته نشده است. از سوی دیگر برخی از کارشناسان میگویند که پاکستان حکومت افغانستان را عامل ناامنی داخلی خود میداند، چیزی که به گفته آنها مسئله داخلی پاکستان است. آنها از حکومت سرپرست میخواهند که مشکلات موجود با پاکستان را از طریق گفتگو حل نماید. تمام مناقشات میشه از روی تفاهم و مذاکره حل کرد، ولی که حکومت پاکستان نمیخواهد با TTP مذاکره بکنه، پس از افغانستان هم گله نکنه. افغان ها اساکر بین المللی نیست که در جهان اونا خصوصا در کشورهای همسایه اونا صلح و هم نبیارن. امیدوار هستم به اساس گفتگو مشکلات حل شود و پاکستانی ها به این نتیجه رسیده باشند که افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی در همسایگی به نفعشان هست و تحت نام های گوناگون نخواهند که تطبیق عمق استراتژی که منافع سیاسیشان در حکومتاری را داشته باشند. امارات اسلامی هنوز هیچ پاسخ رسمی به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان نداده است، اما پیش از آن نیز ادعاها در مورد حضور TTP در خاک افغانستان را رد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در حال این اظهارات را مطرح می کند که محمد نبی عمری معاون وزارت داخلی افغانستان به پاکستان پیشنهاد از سرگیری مذاکرات با طالبان پاکستانی را داده است. در این حال عبدالسلام ضعیف میگوید مراکز تعلیمی و پناهگاه های TTP در پاکستان حضور دارد. سفیر سابق افغانستان در اسلام آباد در مصاحبه با شمشاد میگوید که TTP مسئله داخلی پاکستان است و نباید به حکومت افغانستان ربط داده شود، بل به گفته او این کار به زیان دو کشور است. عبدالسلام ضعیف میگوید که حکومت سرپرست زمینه مذاکرات میان حکومت پاکستان و TTP را مساعد نمود، اما پاکستان این مذاکرات را رد کرد که در نتیجه آن ناامنی در پاکستان با گذشته هر روز افزایش یافته است. پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، مقام های پاکستانی بارها تحریک طالبان پاکستان یا TTP را متهم به داشتن مقر و مراکز تعلیمی در افغانستان و طراحی حملات در این سوی مرز و سپس انجام حملات در پاکستان کردند. مقام ها از جمله وزارت دفاع ملی افغانستان این ادعا را رد کردند و از دولت پاکستان خواستند که مشکلات امنیتی خود را به گردن سایر کشورها نیاندازد. اخیراً در زمان حکومت امارت اسلامی، عبدالسلام ضعیف، سفیر سابق افغانستان در اسلام آباد، در مصاحبه با شمشاد گفت که هیچ مرکز تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان وجود ندارد. به گفته او، مراکز TTP در پاکستان است و در آنجا بر ساحه وسیع کنترل دارند. او میگوید که تحریک طالبان پاکستان نیاز به حمایت حکومت سرپرست افغانستان ندارد. په پاکستان کې مرکزونه لري TTP بلوچ بلوچستان او د پاکستان نور مخالفین هدي په ترګوادر پورې فعالیتونه کې دا اوس تصویرونه راځي چې هلته په خپله په پاکستان کې ګرځي ګزمې کوي تسلط لري غرونه دشتونه د هغوی سر په لاس کې دي ځینې منطقې هدي په ګلګېټو په منطقو کې نیولي دي خپل مرکز هغه افغانستان څه ضرورت لري چې راشي.
عبدالسلام ضعیف تی تی پی را مسئله داخلی پاکستان میخواند و تاکید دارد که حکومت افغانستان باید در این موضوع از احتیاط کار بگیرد و خود را در این مسئله دخیل نسازد. ضعیف اقدام حکومت سرپرست را برای زمینه سازی مذاکرات میان تی تی پی و حکومت پاکستان را می ستاید و می افزاید که پاکستان در هیچ صورت نمی خواهد با تی تی پی مذاکرات نماید، زیرا به گفته او پاکستان می خواهد مخالفین خود را از راه زور و سلاح سرکوب نماید. دا د دې خپل موضوع د خپل د حل کې په سولې حل کې په جنگ حل کې هر کوم چې حل کې موږ په کې دخل نشته، خو هغه ښه نیت چې امارت وشو دی چې د دوی په مابین کې د سولې لپاره یو څه وکړي، هغه هم دوی دغه څه غلطه استفاده کوي، هغه دوی ښه استفاده ونه کړه. معنا دا چې دوی د سولې لپاره بیخي دغه نه وه آماده، نه وه چې سوله وکړي یا د سولې د خبرو لارې ته ولاړ شي. فقط یو شی غوښتي چې د ثبوت لپاره په عمارت باندې وړاندې کړي، دغسې تر اوسه هم بده استفاده کوي. ضعیف در بخش دیگری از این مصاحبه می گوید که حکومت سرپرست باید به دختران و زنان افغان اجازه دهد تا کار کنند و کار را بیاموزند تا به بهانه ها و توطئه های بین المللی خاتمه داده شود. با گفته او این کار باعث تقویت روابط و ایجاد فرصت ها برای رسمیت یافتن حکومت می شود. فکر کنم تعلیم موضوع یوازی داده چی مرد و ملت سر نشده که ولی در ملت خوشتین پر زای که دلیسی او در نروال و اغا شومی توتیه چی در دیشا تایلری اغا خونسا که دلیسی در اغا یو غط دلیل چی امارت در شد سر پر تکر کدی یا نوالی چی در شد حقوق ورکړي. دغه بهانه ده به منځه تللی او په 50% زه په دې یقین یم چې په سیاسي لحاظ موږ په دې کې پرمختګ کولی شوی. این در حال است که زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که حکومت پاکستان روی همان موقف سابقه خود در پیوند به مذاکره با تحریک طالبان پاکستان تاکید دارد و به هیچ وجه خواهان مذاکره نیست. ضعیف در پاسخ به یک پرسش در این مصاحبه گفت که پاکستان هیچگاه نمی خواهد که کابل صاحب یک حکومت مقتدر و نظاممند باشد. به گفته او پاکستان تلاش دارد که افغانستان را به جهان ناامن جلوه دهد و می خواهد با این کار حکومت افغانستان را از لحاظ سیاسی منزوی نماید. 5 اپریل مصادف است با روز بین المللی وجدان. پذیرش حقوق مساویانه مرد و زن، آزادی بیان و پذیرش سایر اقوام بدون تبعیض به باور دکتران وجدان گفته می شود. آنان همچنان در جامعه انسانی بحث وجدان را مهم می خوانند و از حکومت می خوانند تا در این بخش به پرورش نسل جوان توجه جدی نماید. 5 اپریل مصادف است با روز جهانی وجدان. در اکثر کشورهای جهان با اهداف و باورهای متفاوت از این روز جشن گرفته می شود. اما فلسفه اصلی وجدان چی است؟ روانشناسان در این باره می گوید پذیرش مساویانه حقوق زن و مرد، آزادی بیان، پذیرش بدون تبعیض اقوام دیگر، دوری از کارهای نادرست در جامعه، وفادار ماندن به خدمت به کشور، احساس مسئولیت در قبال مسئولیت ها و غیره به عنوان پایه های اساسی وجدان یاد می شود. وجدان او نفس دو مترادف کلمه دی. هاگه سوک چه ده قوی وجدان خواهندی همیشه ده پارا که یو خلاف ده مملکت یا خلاف ده شخصیت یا موضوع پیدا کیگی ده آغا پا مقابل که ده منفی اکسل ملخ کار کهی ده داسی خلق کو چاغ خلق چې وطن پرست دي او مسلمانان دي، د نیک اعمالو خواندان دي، وجدان ډیر قوي او نفس ډیر ضعیف وي. اما یو تعداد خلق دي چې دوی نفس دومره قوي چې د هر منفی عمل په مقابل کې قوي عکس العمل مثبت عکس العمل ښکاري. نو د دې خلکو اصلا وجدان مړ دی او په هر کار کې د وجدان پیسې کې دوی نافرمانی لري. در افغانستان این روز در حال فرا می رسد که حکومت هیچ نشانه بر تجلیل از آن نشان نداده است، اما برخی از داکتران این روز را مهم می خوانند و می گوید اگر امور و اقدامات همه اتباع کشور در پرتو ارزش های عدالت و حقوق بشر باشد، وجدان فردی و جمعی جهت صلح را در پیش می گیرد. به اساس نظر فروید،
کار را که ما خلاف فراخود یعنی اصول ارزشی و اخلاقی انجام میتیم، ذهن ما را مؤاخذه میکنه و این به نام عذاب وجدان نامیده میشه. 3 سال قبل سفارت آمریکا در افغانستان این روز به نام روز جهانی وجدان نامید و هدفش هم این بود که نگفتن بر تبعیض و نگفتن به خشونت و نگفتن به بی‌عدالتی باشه، در حالی که 1400 سال قبل پیامبر مبارک ما پیام بزرگش بر بشریت اصول اخلاقی بود و تا به امروز ای جریان. کارشناسان مربوطه از حکومت می خواهد که تمام تلاش های خود را به کار گیرد تا نسل جوان کشور احساس وجدان کنند و مسئولیت را بپذیرد تا جامعه افغانستان از انواع رنج های غیر قانونی نجات یابد. د خپل یوادوال حقوق ته ژمن پاتاسو، هغه حقوق چې هر انسان لري، د بیان ازادي، د تعلیم حق ته باید و د هر انسان ته تورک وسی ترڅو د دغه حق څخه محرومه پات نه سي او خپل حق تر لاسه کی، چې سبا د خپل وجدان تر محکمه لاندې رانوسو. سر له وسخه باید د هر انسان، د هر وګړي، د هر یوادوال لپاره حقوق مهیا سي او د اتفاق او یوالي کارونه په دې وطن کې سرته ورسو. 5 اپریل در اکثر کشورهای جهان به دلیل رفتار باشندگان، مشارکت اجتماعی، اصل آزادی بیان و عدالت اجتماعی جشن گرفته می شود. باشندگان ولسوالی چمتال ولایت بلخ دسترسی محدود به آب آشامیدنی دارند. آنان از دسترسی نداشتنشان به آب پاک آشامیدنی شکایت دارند و از مسئولین میخوان تا در این زمینه توجه جدی نمایند. از سوی دیگر مسئولین محلی این ولسوالی با تایید این مشکل برای حل آن اطمینان میدهند. مشکلات همی هست که این برق از برادر جان خیلی خرچ و مصرف داره، مردم بعضی ها گرفته بعضی ها نگرفته، از نبودنی پیسه و دیگه دیگه این سرکا ما از برادر سرکا خام است، ولی کمی دیسکاری شده و اومدم خیلی خراب و دیگه بود. یک کمک بکنم نظر جان او برسانم مثال کمکی مواد غذایی باشه و مثال دیگه این همیتون این مردم همینجا بیمار مردم خواهد یک 200-300 خانه از این هر بالا ملک ندارن، فقط این یک دربند اولیه است، این وجه خیر خلاص نمیتانیم از لنگ غل دیدیم دمی 40 سال انقلاب دو انقلاب هم تو تکا تکا شدیم دو انقلاب هم دو تکا تکا شد چمتال ولسوالی یه چیزی نداریم. نو انشالله از تاوست اطمینان درکم، وقتی معلوم نده چه سبا بای جمعه باید بای میاش باید کال باید بای خو اطمینان درکم لکه سنگ چه دا کار تاسو په خپل سترګو باندې ولیده چې د بارګان راونی ستر مرکز د ولسوالۍ پورې اخلاص شو. اطمینان در کومه ان شاء الله چې کومه مشرانو موږ سره وعده کړی دي او دا به ان شاء الله په عمل کې هم ثابتای. در ولایت هرات 400 تن از محتاطین پس از تداوی به خانواده هایشان سپرده شدند. افراد صحتیاب شده ابراز خوشی دارند که در روزهای عید از مواد مخدر رهایی یافتند و با خانواده های خود یکجا شدند. از سوی دیگر مسئولین میگویند که این افراد در جریان 6 تا 12 ماه تداوی شدند. آن شریف به همراه 3 جزء از حفظ داشتم و به همراه ترجمه با کتاب خورم خلاص کرده بودم. خلاص کردم که حتی دوری خورده بخونه دوری کلان بودی بود. که پس به وقت یعنی همشیره داشتم که را ندادم به بچه ماما خود بخاطر ای به عمل درگیر شدم. مر به قطع او نون و اینا مر عملی کرد. که عملی کرد رو دوستی عزیز هم ترجمه قرآن را دست دادم، هم زندگی را دست دادم، هم روز و روزگار اونا را هم دست دادم. ولی خدای پاک هر برادر که از این درد نجات پیدا کرده و باز دوباره میای به زیر رو میاره، واقعا جای تاسف، واقعا جای شرمه. یعنی واقعا امارت اسلامی برای ما خدمت خلق کرده. کسان چی نستی تقریبا د دو تعداد موږ په دغه ورځو کې انشاءالله د 400 کسان تر 1500 کسان د دغه اختر په مناسبت سره د کسان خپل کورو ته استو، نو د دوی تداوی سوی ده، مکمل سوی ده، انشاءالله دوی وس موږ په ضمانت خپل کورو ته استو. بازگشت دولت ما کم است و تعدادی هم که اگر بازگشت میکنم
جالبی است و جای خوشبختی است که توسط فامیل ها دوباره برای ما معرفی میشن. یعنی ما وقتی معتادین از داخل شهر جمع میکنیم بسیار به ندرت معتادینی است که ما اونا رو تداوی کرده باشیم. ولی از مثلا اگر 5% بالاخره اگر ریلپسم دارم توسط فامیل هاشون دوباره برای ما معرفی میشن. شاروالی ولایت خوست در سال گذشته بیش از 211 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کرده است. مسئولین شاروالی ولایت خوست میگن که سال گذشته بیش از 211 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کردند که این رقم نسبت به سال گذشته آن 16% افزایش را نشان می‌دهد. مسئولین این ولایت همچنان از تطبیق پروژه‌های جدید انکشافی در سال روان به ارزش 300 میلیون افغانی خبر می‌دهند. لیتوار لسواد وکال دو سوار شپگ نمیشوا هم داشتن اوز چی مونگ پیش بینی کرده لیتوار لسواد دری کال دی پارا پینده سوار شپگ دیش مولی نشوا هم داشتن پروژو که لکه مثلا اول کال گی چلور پروژه بی پدوان کشپگ شوی در تیر کال تی اوز تقریبا لیتوار لسواد وکی اتا پروژه ترسار شوی نوی کال دی پارا مونگ تقریبا انکشافی دو دش پروژه لرو امکان داری پکان وقت که ایس دای کچا سرک پا خوز کار که پوتی نشی او کورنی در پا مخ روان دی او مونږ دې ناراضي یو دې کور نه کنه ایو مشکل چې دی د دې بازار د ګډوډي د دې ګړډي او د دې مشکلاتو د قانون ته د مزایمت نن تر ډیر ده د خریانو سره باید په کورونو کې مشوره وشي هر وخت د خریانو سره مشوره وشي مشوره د مشورتي بورډ سره مشوره وشي بیا په دوی باندې انتقاد نکېږي به ادامه خبرها خوش آمدید و اکنون هم چند خبر از جهان. شماره کشته شده های فلسطینی در غزه بر اثر حملات اسرائیل از 33 هزار تن افزایش یافته است. وزارت صحت فلسطین اعلام کرد که زمان آغاز حملات هوایی و زمینی اردوی اسرائیل بر غزه از 7 اکتبر 2023 33040 فلسطینی کشته شدند و دست کم 76 هزار تن دیگر آنان زخم برداشتند. با این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است که اگر اسرائیل به امنیت مردم غزه توجه نکند آمریکا روی یک طرح دیگر کار خواهد کرد. جو بایدن افزوده تا زمانی که آتش بس در غزه برقرار نشود و گروگان‌ها آزاد نگردند مقام‌های اسرائیلی نباید مذاکرات با حماس را متوقف کنند. از سوی دیگر حسامه همدان یک مقام حماس گفته است که اسرائیل شرایط آتش بس را مراعات نکرده است. ناتو پیشنهاد حدود 100 میلیارد دلار کمک برای اوکراین را نموده است. منشی عمومی ناتو در 75مین سالگرد پیمان اتلانتیک شمالی حدود 100 میلیارد دلار برای کمک به اوکراین را درخواست کرده است. او گفته است که این کمک خواهد توانست موفقیت اوکراین در برابر روسیه را تضمین کند. او همچنان از دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواست که در صورت پیروزی در انتخابات لایحه کمک 61 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کند. و خبر آخرین که بر اثر انفجار در سومالیا دو کارمند مؤسسه کمک‌های بشردوستانه کشته شدند و شماره هم زخم برداشتند. مقام‌های این کشور اعلام کردند که در انفجار کنار سرک در موگادیشو پایتخت سومالیا دو کارمند سازمان بین‌المللی بشردوستانه کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. مقام‌ها افزودند که یکی از کشته شدگان تابع ترکیه است. سازمان کمک رسان ترکیه در سومالیا اعلام کرد که یک ماین در کنار سرک توسط گروه مسلح الشباب جاسازی شده بود. بیننده های گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.